سلام بر شما در این فراخبر. خواست های پی هم از شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان از سوی کشورهای همسایه، تهران و اسلام آباد خواهان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند. اما امارت اسلامی میگوید که کشورها باید در برقراری روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان مسئولیت خود را ایفا کنند. چرا این صداها بلند می شود؟ کشورهای منطقه و جهان از شکلگیری حکومت فراگیر چی می خواهند؟ و در نهایت امارت اسلامی در برابر این خواستها تن خواهد داد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. برای بحث بیشتر در همین رابطه آقایان احمد سعیدی استاد دانشگاه و هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای سعیدی، پیش از اینکه در مورد حکومت همشمول صحبت بکنیم، اول به نفس این تماس بپردازیم. چرا این تماس میان تهران و اسلام آباد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای مختار و بیننده و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. پاکستان و ایران از کشورهایی هستند که در سرحد با افغانستان قرار دارند. از ناامنی ها و بهبود در افغانستان هم تشویق میشن و هم تشویش دارند. حوصله‌مندی از اونها از وضعیت افغانستان قابل درک است. اما به ارتباط حکومت همشمول که آقای بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان و آقای عبداللهی وزیر خارجه ایران اظهار کردند، گپ بسیار تکراری و متدلمالیه. با گذشت اضافه تر یک سال و شش ماه، شاید صدها مرتبه این کلمه از طرف جامعه جهانی، کشورهای مختلف، شخصیت های سیاسی و اجتماعی چی داخل و خارج کشور یادآوری شده باشد. ولی در مقابل همیشه طالبان گفته که حکومت ما همشمول است. ولی بدبختی در اینجا است که تا هروز دنیا هم از حکومت همشمول یک فرمولی، یک اجندای، یک طرحی را ارائه نکرده که حکومت همشمول یعنی چی؟ با چی ترکیبی؟ کیها باشه؟ کیها نباشه؟ و طالبان هم که میگن که حکومت همشمول تا روز نتانستن دلائل مقننه ای را به دنیا ارائه کنن. این یک حرف متدلمالیه و خیلی کانه هم شده. تقریبا یک سال و شش ماه میگذره، بهتر است که دنیا حرفای نوی را به زبان بیاورن و گپایی که دلچسبتر باشه. این گپ خیلی کانه شده. نه طالبان به این گپ تمکین، نه طالبان به این گپ تا کنون تمکین کردن و نه دنیا تا کنون از این گپ خود صرف نظر کرد. فکر میکنید چرا گام های جدی تر تا اینجای کار برداشته نمیشه به جز اعلامیه؟ خب معمولا دنیا، معمولا شما میدونید که صلاحیت اجرایی را شورای امنیت ملل متحد داره، ناتو داره، دیگر حقوق بشر دنیا میتونن با یک اعلامیه تکیه کنن و این اعلامیه ها میتونه که در دراز مدت به یک عمل اجرایی تبدیل شد. ولی ایران قید از اعلامیه دیگر کاری کرده نمیتونن و کشورها هم دنبال منافع خواه هستن. پاکستان و ایران هم در منطقه دنبال منافع خواه هستن. خیلی ما به اصطلاح دلشان میمان نمیسوز، اونا زیادتر منافع خود را مد نظر میگیرن. بسیار خوب، برمیگردیم. پاکستان کمتر در مورد حکومت همشمول سخن زده، بسیار رسانه‌ای نبوده. تهران آقای سعیدی گفتین. آقای مختار به شما مهم، شما چه تحلیل میکنین وقتی وزیران خارجه تهران و اسلام آباد میان مشترکاً روی حکومت فراگیر تاکید میکنن، به چه معناست؟ و دوم این تاکیدها با تاکیدهایی که در گذشته میشد تفاوت داره یا نه؟ سلام به شما، به محترم سعیدی سر و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. سلام. اجازه بدین به دو نکته باید برگردیم که عمق استراتژی پاکستان و استراتژی استخبارات ایران در قبال افغانستان تغییر نکرد و نه منافعشان در قبال افغانستان تغییر کرد و نه استراتژی و پالیسی و افرادی که در افغانستان گذاشته بودند و گماشته بودند تا هنوز تغییر نکرده. سیاست پاکستان در قبال افغانستان دوستانه نیست. روی روشنی منافع ملی خودشان و منافع استخباراتی و امنیتی خودشان است. از طرف دیگر پاکستان می خواهد در این شرایط حساس
که ملت ما را تمام جهان به رسمیت نمیشناسه و ما با مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی روبرو هستیم. پاکستان میخواد یک سناریوی دیگری را در منطقه ایجاد بکنه و خود را یک کشور قربانی از تروریسم نشان بده. و حقیقتی است که پاکستان خودش بانی، طراح، ممثل، ایجاد کننده و برنامه کننده و ساختارهای تروریستی در سطح جهان دارد. به این لحاظ ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان در روشنی منافع ملی خودشان در این شرایط حساس که ملت ما روبرو هست همپذیری را و وحدت ملی را در محراق گفتگوهای خود قرار بده. تا جای موضوع حکومت یا حکومت همشمول است، نه نقصه تهران و نه نقصه اسلام آباد و تاجیکستان و کشورهای اروپا در افغانستان قابل اجرا نیست. هر نقصه برای خود استراتژی و پالیسی منافع خود را در نظر دارند که در افغانستان میخواهند یک حکومت تمام شمول را صدا بزنند. حکومت تمام شمول، همه شمول یا حکومتی که برای تمام افغانها قابل قبول باشه، طراح و بانیش باید مردم افغانستان باشه. مردم افغانستان بپذیره که نه تاجیکستان، نه ازبکستان، نه ترکمنستان، نه ایران، نه کشور دیگر پاکستان، اینا در نفع اینا نیستن. ما همی که یک نقطه جیوپولیتیک یا جیو اکنامیک هستیم، یک نقطه حساس در منطقه هستیم، هرچی زودتر ملت خود را بسیج بکنیم. امارت اسلامی افغانستان باید به صدای ملت خود گوش بده و آنچه که ملتشان از اینا میخواه حکومتی که در او تمام افغانها حضور داشته باشد. ازبکها، ترکمنها، تاجکها، قزاقها، ایماقها و دیگر اقوامی که در افغانستان هست باید احساس مالکیت در سرزمین خود بکنند و زبانشان، و رنگشان، و پوستشان در چارچوب منافع ملی، وحدت ملی و زیر چتر اسلامی باید احترام گذاشته شود. ما به این معتقد هستم که اگر قرار است یک نظام همشمول درست شود، قبل از همه امارت اسلامی افغانستان تمام افغانها را جمع بکنند و روی یک حکومت ملی حرف بزنند که حکومت ملی در افغانستان قابل قبول خواهد بود. بسیار زیاد تشکر. آقای سعیدی، وقتی به نشست تهران اگر برگردیم به گذشتهش، تا دهلی، تا مسکو، همونطور که اعلامیه ها بیرون شد، سازها، هر کس ساز خودش میزنه در منطقه. حالا این سازها چی پیامی داره برای حکومت سرپرست امارت اسلامی؟ کاش که دل این کشورها اونقدر که به خودشان میسوز، 10% به مردم افغانستان دلشان میسوخت. ایران دنبال منافع خود است، حکومتی را در افغانستان میخواهد که طرفدار ایران باشه، علیه امریکا شعار بده و ایران نقش کلیدی داشته باشه. در حالی که مهاجرین ما به ایران چه مشکلاتی را دارن، من ایس یک کشور اسلامی باید ایران ترحم داشته باشه، شفقت داشته باشه، محبت داشته باشه. طوری که جناب آقای مختار گفتن، پاکستان دنبال منافع خود است. پاکستان در این شرایط میخواهد خود را قربانی تروریسم نشان بده. شما ببینید پاکستان چقدر زیرک است. میگویه که طالبان افغانی یک واقعیت هستند، ولی طالبان پاکستانی یک انسانهای نامعقول یا به اصطلاح شورشی یا انسانهای نابکار هستند. اما از طرف دیگر شورای امنیت پاکستان فیصله کنه که ما به این صورت حاضر نیستیم با طالبان پاکستانی یا تی تی پی مذاکره کنیم، به این صورت اینا شورشی. اما در ضمن میگویه که ایواز یادو به طالبای افغانی مذاکره میکنه. میفهمی چی چال است؟ میخواه تومت وارد کنه که گویا ما از این خاطر به طالبای افغانی مذاکره کردیم که طالبای افغانی تسلط دارن بر طالبای پاکستان. این هم زیرکی آیسای پاکستان است. ولی در چنین وضعیت بهترین راهی است که مردم افغانستان به سر عقل بیاین، زمامداران موجود هم هوشیار شن، مردم به خود جذب کنن، به مردم همکاری کنن، مردم به اونا همکاری کنه. افغانستان خواهی مشترک هم است.
بله آقای سیدی، خب امارات اسلامی هم در برابر همین اعلامیه ها که میشه پشت سر هم به تکرار مطرح میکنه، مثلا حالا در مقابل همین دو تا کشور که تماس تلفنی داشتن، تهران و اسلام آباد، میگه که امارات اسلامی این کشورها باید در برقراری روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان مسئولیت خود را ایفا کنند. آیا حرف شنوی خواهد شد از سوی کشورهای که درست است؟ اما ما فراموش نکنیم که این کشورها، اول کشورهای اسلامی، اگر واقعا میخواهند که حکومت طالبان در کابل ادامه پیدا کنه، در قدم اول باید کشورهای اسلامی به رسمیت میشناختند که این کار را نکردن. متاسفانه ما مردم افغانستان به دنیا خود باوری خود، یعنی باورهای خود از دست دادیم. همیشه به فکر ریزی هستیم که امریکا چی میگه، روسیه چی میگه، چین چی میگه. همه کشورهای اسلامی که لاف از اسلام میزنن، مثل پاکستان، مثل ایران یا کشورهای دیگه، تا وقتی که اینا چراغ سبزی از طرف امریکا یا هر قدرت دیگه نبینن، نه جرأت ایزی رو دارن که امارات به رسمیت بشناسن، نه جرأت اخلاقی دارن، نه جرأت سیاسی. اینا دنیا باید میفهمه. ولی گپ سیاست، خب پس آینده این بگومگوها را شما چطور ارزیابی میکنین با توجه به که این که پشت سر هم اعلامیه صادر میشه؟ مثلا در تازه ترین مورد اگر نگاه بکنیم، معاون سیاسی یونمام با در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواهان لغو بیدرنگ ممنوعیت کار و آموزش بانوان شده در نهادهای غیر دولتی و همچنان از تحریم ها آمریکایی‌ها سخن میزنند. ببینید، طالبان دارای یک ایدئولوژی هستند. تی اضافه تر از 20 سال 30 سال به خاطر ارمان همین ایدئولوژی جنگیدند. صفوف از اینا با این ایدئولوژی مجهز هستند. اگر طالب از ایدئولوژی خود بگذره که دنیای غرب تقاضا داره، باز طالب دیگر موجودیتش زیر سوال میره. یک حرف دومی است که بله، با قطع در حال حاضر اضافه تر از 503 مؤسسه داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. همین لحظه 88 مؤسسه کارش به تعلیق در آمده و 57 مؤسسه دیگه هم در نیمه تعلیق است. اگر ما در هر مؤسسه را فرض کنیم که در هر مؤسسه بین 150 الى 200 نفر کار کرده باشه، تعدادش به هزارها نفر میرسه. این هزارها نفر هر کمی را اگر فامیل شما 5 نفر حساب کنیم، اینا بینان میشن. کاش که طالبان توان یزید میداشتن که همین باهاش همین نان به مردم افغانستان میرسوندن. این توان ندارن. ولی هر حالتی که در افغانستان باشه، هر مشکلی که ایجاد شه، اگر از طرف طالبان ایجاد شه یا از طرف خارجی ها، رنج و درد و زجه و نالهش مردم مظلوم افغانستان میکشه. مردم افغانستان بیپناه میشه. مردم افغانستان پریشان میشه. فقر و ناتوانی دامنگیرشان میشه. متاسفانه. بسیار زیاد تشکر. آقای مختار، خب شما در مورد مسئولیت ها و تکالیفی که در داخل باید اجرا شود روی از او انتقاد داشتین و حرف زدین، رای حل ها هم تا جای اشاراتی داشتین. حالا امارت اسلامی به کشورهایی که صدا بلند کردن، در همین حال که به همین بحث میکنیم، به دو کشور به اینا گفته که اینا مسئولیتشان در قبال افغانستان به گوش جهانیان در واقع برسانن، مسئولیتشان انجام بدن. خب در داخل موضوعاتی را گفتین که باید انجام شود، ولی با سیاست خارجی چی باید کرد؟ بین وقتی که در رابطه با حکومت همشمول حرف میزنیم یا یک اجماع ملی حرف میزنیم، این مسئولیت تهران است و نه مسئولیت اسلام آباد و نه در قوانین بین المللی حالا چنین چیزی آمده که کشور دیگه ساخت و نقصه یک حکومت تمام شمول را برای یک ملت آزاد و خود مختار بده. ای افغان ها است که در تعیین سرنوشت خود چطور میتونن در این منطقه، در این سناریوهای گوناگون و بازی های هژمونی و بازی های استخباراتی، هم کشور خود را حفظ بکنن، هم وحدت ملی خود را حفظ بکنن و هم در چارچوب وحدت ملی منافع ملی خود را حفظ بکنن. ای افغان ها است که میتونن تشکیل یک نظام همشمول را رقم بزنن. از طرف دیگر یک نکته را باید به شکل بسیار رسا به ملت خود و مردم خود اینجا گفت که عمق استراتژی پاکستان، یا به عبارت دیگر تا زمانی که عمق استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تا
تغییر نخوره افغانستان از بحران قطعا بیرون شده نمیده. تا زمانی که جنگ استخباراتی این منطقه و منافع ملی افغانستان در منطقه با کشورهای منطقه گره نخوره، افغانستان دچار مشکلات خود خواهد بود. در رابطه با سیاست بین المللی امارت اسلامی افغانستان، ما مجبور هستیم از یک طرف اگر یک کشور حائل هستیم، یک کشور هستیم که به آب دسترسی نداریم، مشکلات گوناگون داریم، 40 یا 43 سال هست که جنگ با ما تحمیل شده و صدها هزار معیوب داریم، بیوه داریم، یتیم داریم، کشور ما ویران است، همش اتحاد جماهیر شوروی با غلامانش کشور ما را ویران ساخت و هم جمهوریت قلابی در زیر نام دموکراسی، سیوالایزیشن، تمدن، حقوق بشر افغانستان را ویران ساخت. در این شرایط از یک ملت جنگ زده چی توقع باید رفت؟ اول، منافع ملی افغانستان در یک سیاست متوازن است که این سیاست متوازن را امارت اسلامی افغانستان باید تحلیل بکنه. ما باید با چینایی ها و با روس ها و با ایالات متحده آمریکا تا جایی به نقطه توافق برسیم که سرزمین ما جنگ استخباراتی منطقه و فرامنطقه نباشد، که در طول همین 50 سال کشورهای همسایه به خاطر منافع ملی خودشان افغانها را به سر یک دیگر زدن، کوبیدن، به نام قوم و منطقه و سمت و زبان هر کشور همسایه به سر افغانستان سرمایه گذاری کرد و بدبختان افغانها هم چون فقیر بودن از غربتشان، از نوتوانیشان، از بیکسیشان، از محرومیتشان استفاده کرد. آل نظامی که در افغانستان هست باید به دو اصل مراجعه بکنه. یکی سیاست حذف و سیاست انحصار، سیاست اسلامی و سیاست هوشیارانه نیست. امارت اسلامی افغانستان ضرورت به اداره گیری شرایط تمام اقوام گرد خود جمع بکنه و بعدم منافع ملی افغانستان را تحلیل و مورد بررسی و تحقیق قرار بدن. در یک قسمت آخر بفرمایید. موضوع دومی است که وقتی ما میگیم روابط خارجی، قبل از همه ضرورت هست که ما یک حکومت و اجماع ملی را در داخل درست بکنیم، تمام اقوام احساس سرزمینی مالکیت بکنه و بعدن ما میریم به طرف یک سیاست متوازن و بیطرف در روشنی منافع ملی افغانستان با قدرت‌های هژمونیک، یعنی به روسیه باید اطمینان بدیم که سرزمین ما برخلاف روسیه و چین هرگز استعمال نمیشه. اما شرایط و حکم جغرافی مایی است که ما با ایالات متحده آمریکا در یک روابط استراتژیک و خودمختار روبرو شد. بسیار زیاد تشکر. آقای سعیدی، اگر بیم روی راه حل ها فکر بکنیم، در مورد سیاست کشورها سخن گفتین، شما هم دیدگاهتان مطرح کردین، آقای مختارم، و دو روایتی که حالا بین امارت اسلامی و دنیا وجود داره که دنیا صدا بلند میکنه که باید تعهدات عملی شود. امارت اسلامی میگه که ما متعهد به تعهدات خود هستیم. راه میانه به دست کی است؟ ببینین، سیاست داخلی و خارجی لازم و ملزوم یک دیگر هستند. اگر ما تانستیم که سیاست داخلی خود ما در نظر داشتیم، منافع ملی متوازن ساختیم، مردم افغانستان در پهلو خود جمع کردیم، اقوام مختلف افغانستان شخصیت های سیاسی اجتماعی را در پهلو آوردیم، یک حکومتی که تقریبا همه قبول یا همه شمول یا حداقل بالای 50% قبول باشه آوردیم، بدون شک سیاست خارجی خود تنظیم میشه. تا ما سیاست داخلی خود منظم نسازیم، سیاست خارجی زاده سیاست داخلی است. بله، چطور اگر میشه توضیح بدین چگونه؟ مثلا با چه مکانیزم؟ مثلا شما وقتی که در داخل کشور امنیت شما سرتاسری باشه، اقتصاد خوب داشته باشین، رضایت مردم از حکومتش برخوردار، حکومت از رضایت مردم برخوردار باشه، مشکلات سیاسی اجتماعی فرنگی نباشه، دنیا مجبور است شما رو به رسمیت بشناسه. دنیا چی میخواه؟ اما کشورهای دنیا هم متاسفانه در سیاست ها خود، عذر میخوام که این گپ میگم، یک نوع منافقت دارن. مثلا از یک امیل از
آقای کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان هست ولی اعلان نمیکنه که ما امارات طالبان رو به رسمیت شناختیم. همین لحظه سفیر پاکستان در کابل هست نمیگه که ما به رسمیت شناختیم. همین لحظه که به شما صحبت میکنم گپ میذارم، مثلا یک تعداد طالبان رو در لیست سیاه آورده. اون وزیر آب و برق رفت به ازبکستان، امروز وزیر ترانسپورت طالبان رفت به ترکیه. پس دنیا هم پشت پرده اون چی که میگوی او تو نیسته. همین لیست سیاهی که برای طالبان حواله کرده، همین تهدیداتی که میکنه، اگر منافع کشور برآوردش یک کشورهای بیرونی را میگم هیچ مشکلی ندارد. بله، با توجه به خط نشان کشی قدرت های بزرگ که شما توضیح دادین، میشه منافع افغانستان در خطر نیفته و به نتیجه برسیم؟ من به یک عقیده هستم، به بارها گفتم، مورد انتقادم قرار گرفتم. من میگم ملل متحد یعنی امریکا، روسیه، چین. دنیا یعنی امریکا، روسیه، چین. همین ملل متحد هم فقط مثل گودیگک بوریه که امریکا چی میگه، روسیه چی میگه، چین چی میگه. پنج ابرقدرتی که حق ویتو دارن، به خصوص نقش امریکا و روسیه در دنیا امروز حرف اول میزنن. هر روزی که امریکا اعلان کرد که ما طالبان به رسمیت میشناسیم، یا روسیه اعلان کرد، فردا صبحش لیستی شناختان ها از 100 کشور تجاوز میکنه. تا اینا الان نکنن، نه کشورهای اسلامی غیرت دارن، نه جرأت دارن، نه همت دارن و نه کشورهای همسایه. فقط یک رفت آمد میکنن و زیر پشت گپ میزنن و در منا جرأت اخلاقی رو ندارن. بسیار زیاد تشکر آقای مختار. نشریه پالیتیکو هم در تازه ترین گزارشش در مورد از تحریم ها سخن زده، تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا، و شما هم گفتین که خب بحران هم این که جمع بکنیم خود ما باید جمع بکنیم و در موردش صحبت کردین. حالا بین این سیاست های دنیای بیرون و این سیاست های داخل چطور میشه به یک نتیجه رسید؟ جمع‌بندی‌تان چی است؟ ایالات متحده آمریکا باید بپذیره که در استراتژی غلط وارد افغانستان شد و هزارها و صدها هزار نفر کشت در یک استراتژی غلط و ناکام، پس از افغانستان بیرون شد و غیر مسئولانه افغانستان را ترک گفت. موضوعی که اینجا مهم است، وقتی که ما از یک آدرس یک ملت حرف میزنیم، منافع ملی در وحدت ملی افغانستان نهفته است. قضیه و معضله افغانستان را فقط خود افغان ها میتونه حل بسازه. از طرف دیگر شناخت کشورها در منطقه خب آقای مختار چی باید بکنن؟ مثلا میگن که خود افغان ها میتونن حل بکنن، مثلا فردا چه کارهایی باید انجام شوه؟ افغان ها و نظام فعلی امارت اسلامی افغانستان به صدای ملت خود گوش بده. صدای ملت افغانستانی است که درب مکاتب و مدارس را بروی دوشیزه های افغانستان باز بکن. حکومت را در چارچوب منافع ملی، ارزش های اسلامی تشکیل بکنند که تمام افغان ها احساس مالکیت سرزمین خود بکنند. در یک سیاست متوازن و بیطرف سیاست افغانستان را در سطح بین المللی معرفی بکنن، با پاکستان صحبت مستقیم بکنن که آیا عمق استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده یا نکرده، هدف پاکستان در افغانستان چی است و هدف ایران چی است، چطور میتونیم منافع ملی خود را با کشورهای منطقه پاکستان و ایران گره بزنیم. از لحاظ اقتصادی میتونیم نقطه پایان اختلافات در افغانستان بگذاریم. تا زمانی که ما اجماع ملی را ایجاد نکردیم، نمیتونیم منافع ملی افغانستان را تحلیل بکنیم. ما منافع ملی افغانستان در این شرایط حساس و دشوار احترام به وحدت ملی، احترام به تمام اقوام و ساختن یک نظام اجماع ملی که به نفع افغانستان و امارت اسلامی افغانستان خواهد. آقای سعیدی، جنبندی شما که برنامه را ختم بکنیم، 30 ثانیه. اون چی که شما گفتین که امکان داره امریکا تحریمات وضع کنه، خدا کنه نکنه. اگر این تحریمات وضع کنه، بسیار برای مردم فقیر و ناتوان افغانستان خطرناک است. اما جنبندی به این خاطر درست نمیشه که من فکر میکنم اون چی که ما در مورد افغانستان و در مورد طالبان فکر میکنیم، بازی ها از این کده بزرگتر است، فراخبرتر است و کلانتر است.
شاید یک ماه دو ماه بودی های به شکل نوی آبستان بگیریم که روز ما پیشبینی کرده نمیدیم. سپاسگزارم آقای سعیدی و آقای مختار از حضورتان در برنامه فراخبر. به همین ترتیب میرسیم به پایان برنامه. از شما هم سپاسگزارم. وقت بخیر.